منابع فلسطینی و اسرائیلی کشته شدن هادی مصطفی از فرماندهان محلی حماس را تایید کردند. این عضو شاخه نظامی حماس روز چهارشنبه در حمله پهپاد اسرائیلی به خودروی حامل او در بندر سور در جنوب لبنان کشته شد. اسرائیل با انتشار ویدئوی حمله از هادی مصطفی به عنوان یک عنصر عملیاتی مهم نام برد. توزیع غذای گرم در میان آوارگان فلسطینی در رفح. مردم از وضعیت در رمضان جاری در مقایسه با سالهای پیش شکایت دارند و جنگ را عاملی نابسامانی و آوارگی خود می دانند. افطار در رفح. مرد و زن حسرت زندگی سال گذشته را می خورند. لحوم زفر ای حاجه مقدم للعيال لحتى يقوتوا فيها ما فيش هیچ جایی نمونده، نه پناهگاه نه مدرسه، هیچی. نگران بودم بچه‌هام تو مدرسه مریض بشن، نفرستادمشون مدرسه. خونه رویاییمون هم حالا شده یه خرابه. و همسر او هم با یاد دوستان و همسایگان دریغ گذشته را می‌خورد. پارسال رمضون جمعمون جمع بود، همسایه‌ها، دوستا، شبای رمضون دور هم جمع می‌شدیم. اما حالا نه همسایه‌ای نه دوستی. من موندم و خانواده‌ام، نمی‌دونیم چی پیش میاد. و در هنگامه جنگ و آوارگی کمک‌های بشر دوستانه، آماده سازی اسکله در غزه برای لنگر انداختن کشتی‌های کمک رسانی. قرار است امروز کشتی کمک رسانی اتحادیه اروپا با 200 تن غذا و نیازمندی‌های اساسی دیگر از بندر لارناکا در قبرس وارد غزه شود. اتحادیه اروپا راه اندازی کریدور کمک رسانی از قبرس به غزه را سازماندهی می‌کند. کشتی دوم حامل کمک‌ها امروز بندر لارناکا را ترک می‌کند. فرو ریختن کمک‌های غذایی و دارویی از هوا به مناطق غزه.